همکارم محمد رهبر از لندن با ماست. آقای رهبر، چطور میبینید صحبت‌های ظریف رو و توضیحاتش درباره سالات قبلیش رو؟ خب ظریف در دوره‌ای که ریاست نخست وزیر وزیر خارجه بود و هیچ کدوم از اینا البته نشد، آمد حرفی زد که جزو کلمات قصار حکومت قرار گرفت. ما گفت ما خودمون انتخاب کردیم که چنین زندگی بکنیم. زندگی که داشت شهر میداد در واقع این فلاکتی بود که ما از هر سو داریم مشاهده میکنیم در ایران در این 40 سال. و میگفت که مردم خودشون خواستن که چنین وضعی داشته باشن، با دنیا مراوده نداشته باشن، از همه همسایگان عقب بیفتن، یک وضعیت آشفته‌ای در دنیا و آخرتشون نجات بشه. خب خود مردم خواستن. البته هیچ عقل سلیمی چنین چیزی رو نمیخواست و مردم هم چنین چیزی رو نخواسته بودند و اونها هم بارها اعتراض خودشون رو به شیوه های مختلف آمده بودند و ابراز کرده بودند. آقای ظریف همه اینها رو به کنار گذاشته بود و این جمله رو گفت. امروز اومده تصحیح کرده. امروز هم روز خاصی هست. خب ما به سالگرد فوت خمینی رسیدیم و در آستانه این سالگرد این اینستاگرام ظریف منتشر شده، اون جمله قبلی رو به نوع دیگری اومده مطرح کرده و گفته که ما اشتباه کردیم که چنین انتخابی کردیم. در واقع اون اشتباه رو گویا قبلا نگفته بود و حالا به این نوع داره اون اشتباه رو ذکر میکنه، ولی یه چپلوگرایی رو هم داره تسری میده. میگه ما خب آمدیم در یه مملکتی به دنیا آمدیم و این اتفاقات پیرامونی ما این شکلی هست و این میشه انتخاب ما، این وضعیتی که هست، یعنی جمهوری اسلامی برای یک ایرانی میشه یک جور انتخاب، در حالی که انتخاب اون نیست و این گزاره غلطی است که ظریف داره مطرح میکنه. به هر حال این شرح رو هم میده که حکومت ها در ایران چه الان و چه قبل از انقلاب مجموعه ای بودن از آمال و آرزوها و هوس‌های حاکمان، هر آنچه که اونها میخواستن شخصیت حکومت قرار میگرفت و رنگ و لعاب حکومت میشد. الان هم جمهوری اسلامی چیزی نیست جز اینکه هوا و هوس و آرزوها و در واقع زیاده طلبی های خامنه ای و خمینی است که غالب شده جمهوری اسلامی. آقای رهبر، اساساً نقش مقامات و مسئولین کشوری رو در حکومت‌های با ساختار جمهوری اسلامی و مشابه با جمهوری اسلامی و مسئولیت‌هایی که اونها بر عهده دارن رو چطور می‌بینید؟ نکته همینجاست که آقای ظریف که در این مجموعه به هر حال کارگزار بوده، انواع و اقسام پست‌ها رو داشته، او چه کاره بوده در این حکومت؟ آیا به هیچ عنوان نباید موضع خاصی می‌گرفته؟ بعد توجیهگر همه همون هوس‌ها و آرزوهای حاکمان می‌شده؟ یا اینکه نه، انتقاد می‌کرده، استعفا می‌داده، مبارزه می‌کرده، شاید افشاگری می‌کرده؟ کدوم یکی از این دو راه رو بعد می‌رفته؟ اون چیزی که آقای ظریف میگه بعد امکانات رو سنجید، لابد به بهانه اصلاح طلبی همه اون چه که یک حاکم مستبد داره انجام میده مثل خامنه‌ای رو توجیه کرد. مثلا آقای ظریف میره در یک مجمع بین‌المللی، اونجا میگه که نه شکنجه‌ای در کار هست، نه حقوق بشری تضییع میشه، قوه قضاییه مستقل هست و این چیزهایی که همه کتمان حقیقت هست. آیا کارگزار چنین کاری رو باید انجام بده؟ خب ما بارها در تاریخ اون دیدیم که اتفاقا هر کارگزاری در هر حکومت استبدادی چنین کاری انجام داد، نتیجه شکست بود. میرزا میکلخان میخواست ناصرالدین شاه رو اصلاح کنه که نشد و بعد هم داریوش همایون در قبل از انقلاب هم همچنین قصدهایی داشت و بعدها گفته بود که میخواستن شاه رو اصلاح بکنن که اون هم نشد و ظریف هم به همچنین گویا. ولی چند به نظر میرسه که راه منتظری بهتر بود که آمد و گفتش که به هر حال باید کناره گرفت و صریحا هم انتقاد کرد. ممنونم از شما محمد رهبر، همکارم از لندن.